آقای حقی اویغور معاون مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر به ما پیوستند. آقای اویغور، بحث در مورد این بود که نگرانی های امنیتی ترکیه در حمله ای که به کردهای سوریه در شمال این کشور داره چی هست، و اگرچه که بحث تروریسم مطرح شده ولی واقعا چرا حمله ای به این شدت در این سطح نیاز بود؟ ببینید، به نظر من مسئله خیلی ساده هست. باید سوالات ساده رو با پاسخ بدیم، بعد همه این مسائل خود به خود به نظرم واضح میشه برای همگان. سوال اول اینه که سوال خیلی ساده است، آیا PKK یک سازمان تروریستی هست یا نه؟ این جوابش هم فکر کنم خیلی مشخصه، هم از طرف ترکیه هم از طرف اتحاد اروپا هم آمریکا همه قبول دارن که این یک سازمان تروریستی است. سوال دوم اینه که آیا YPG شاخه سوریه PKK هست یا نه؟ این هم فکر کنم کسی اعتراض نکنه که بله، YPG هم شاخه سوریه PKK است که یک سازمان تروریستی است. سوال سوم و ساده بازم اینه که آیا این سازمان تونسته مرز تقریبا 600 کیلومتری ترکیه را تحت تصرف خودش بیاره با حمایت آمریکا و تبدیل بشه یک نیمه حکومتی؟ این هم مثبت است. اگه اینا رو جواب بدیم، اون وقت سوال باید عوض بشه. سوال اینجوری باشه که چرا ترکیه تا حالا این عملیات رو انجام نداده و تا حالا صبر کرده؟ تو پاسخش هم امینه که ترکیه تا حالا سعی میکرد از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکره مخصوصا با آمریکا اینا رو عقب نشینی بده، حداقل از مرزهای خودش. اگه ترکیه با کردان مشکل داشت، ترکیه اگه میخواست سوریه رو اشغال کنه، تجزیه کنه، با 30 کیلومتر این نوار مرزی که کفایت نمیکرد حتما جلوتر میرفت. بله. ترکیه حرفش خیلی ساده است. ترکیه میخواد که مرزهای خودش امن باشه، PKK از اونجا نفوذ نکنه، حمله نکنه به ترکیه و امنیت خودش رو تامین کنه. چیزی دیگه ترکیه برمیگردیم به ادامه صحبت. من میدیدم که واکنش داشتید، پاسخی دارید به صحبت‌های آقای گلی؟ لطفاً بحث رو فقط در محدوده حمله ترکیه به پورت‌ها در شمال سوریه نگه دارید. ببینید، اولا این لحن باید عوض بشه. اگه من دروغ میگم، ایشون باید اشاره کنن که کدوم حرف من دروغه. PKK که من میگم سازمان تروریستی از طرف ترکیه و آمریکا اتحادیه اروپا، بگن که نه دروغه، اینطور نیست. این درسته، این دروغ نیست. هر کسی گوگل داره میتونه بره اونجا. این که YPG شاخه سوریه PKK است، اینا هم همه میدونن. این که تبدیل شدن به حکومت، اینا هم همه میدونن. یعنی اگه من جواب شما رو بدم، نباید حرفای بی ربط و چرت و پرت بزنم که ایشون اصلا تاریخ ترکیه رو نمیدونه. خیلی از حرفای ایک زده که ربط داشته بده. من خواهش میکنم اگر که حال به هر حال این که ایشون قبول نداشته باشند که شما حرفی که میزنید درست باشه یک بخش قضیه است، لحن صحبت رو خواهش میکنم در شأن خود و مهمانان دیگر نگه دارید. ممکنه که در این برنامه نظرات متفاوتی داشته باشیم، ولی در هر صورت اینجا هستیم که نظرات دیگران و خودمون رو مطرح کنیم یا بشنویم. بفرمایید، ادامه صحبت های شما رو میشنویم. فرق میکنه آخه. بله، سوالتون رو بپرسین پس. بسیار خب، صحبت شده بود برای اینکه آقای ترامپ گفته بود اگر ترکیه خط قرمز ما رو زیر پا بذاره، تحریم های جدی علیه این کشور اعمال خواهد شد. به نظر شما که در ترکیه هستید، این خط قرمز چی میتونه باشه؟ آیا بحث محدوده جغرافیایی است که ترکیه در اشغال خودش یا در تصرف نیروهای خودش نگه خواهد داشت، یا بحث تلفات انسانی است که در طی این حمله ممکن رخ بده؟ و بعد این سوال رو از آقای آرامش هم خواهیم پرسید. روابط ترکیه و آمریکا روابطی است که تقریبا در 50-60 سال اخیر بعد از عضو شدن ترکیه در ناتو بسیار گسترش پیدا کرده. اینکه ترکیه و آمریکا رابطه نزدیکی دارن، درسته که در چند سال گذشته یک خورده به هم خورده و اون تا شنو زمان روزه که یک رابطه بسیار دیرینه داریم. با آمریکا همکاری های نظامی نزدیکی داریم. این نه تنها در سوریه، در عراق، از افغانستان گرفته تا سومالی، تا آسیا میانه، ما رابطه بسیار خوبی داریم. این که آقای ترامپ این حرف رو زده، به نظر من بیشتر مصرفی داخلی داره، چون در داخل آمریکا واکنش‌های زیادی رو بر هم جلب کرد. این اثر نظر آقای ترامپ وقتی که اجازه داد نظامیان آمریکایی از شهرهای
مرز ترکیه عقب نشینی کردن تو آمریکا واکنش‌های زیادی بود. آقای ترامپ هم برای اینکه این واکنش‌ها رو یک خورده فرو بنشونه به نظرم این حرفا رو زده. من میدونم که ترکیه در این نوار مرزی که قراره وارد بشه مثل جاهای دیگه سعی میکنه و به خاطر این عملیات‌ها اینقدر طول میکشه. مگه نه ما هم میتونستیم مثل رژیم بعثی سوریه کارهایی بکنیم که مردم رو از اونجا فرار بدیم، تو کوتاه‌تر مدت این عملیات رو انجام بدیم، ولی ترکیه سعی میکنه حتی اکثر مواظب باشه که اون تلفات غیر نظامی کمتر بشه به خاطر این عملیات یه خورده. اگر این غیر نظامی بیشتر کشته بشه، اگه یک کاری باشه که دشمنان ترکیه تبلیغ میکنن ترکیه اونجا نسل کشی بکنه یا واقعا یک فاجعه انسانی به وجود بیاد، اون موقع میتونه آقای ترامپ اون تهدیداشو عملی کنه. ولی من فکر میکنم هم آقای ترامپ میدونه هم فرمانده های آمریکایی میدونن این رابطه ترکیه و آمریکا رابطه نیست که تازه برقرار شده باشه، مثل بعضی موضوعا باشه فکر کنم متحد آمریکا هستن، رابطه دیرین است و اونا هم دیگه رو میشناسن و من فکر کنم اصارت آقای ترامپ بیشتر مصرف داخلی داشته. بسیار خوب. با توجه به وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست، به نظر شما چشمنداز پایان این درگیری چیست؟ چه چیزی میتونه به این درگیری و به این حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه پایان بده؟ آیا میانجیگری کشورهای منطقه است یا به هر حال تغییری در خط مشی کردها یا اتفاق دیگری در منطقه ممکنه بیفته؟ من باید میدونم به این زودی ها این مسائل تمام بشه. ممکنه عملیات ترکیه، عملیات نظامی ترکیه در نوار مرزی بعد از یکی دو هفته یا یه ماه حتی اکثر این 30 کیلومتری انجام برسه، ولی این آخر قضیه نیست، چون که مسئله سوریه هنوز حل و فصل نشده. حکومت مرکزی مشکل داریم. الان تو آستانه 3 کشور روسیه، ایران و ترکیه توافق کردن که یک کمیته قانون اساسی تشکیل بشه که اینا یک قانون اساسی جدید بنویسن. اونجا فدرالیزم چه میشه، اونجا حقوق بقیه چی میشه، اینا همشون هنوز نمیتونیم حرفی حدیث صریح بزنیم. ولی اون چه که مسلمه من از طرف ترکیه میتونم بگم، ترکیه تا اون که اون چیزی که اعلام کرده، یعنی 30 کیلومتر نوار مرزی امنیت رو تا تشکیل نده، باید میدونم که این عملیات به پایان برسه. این حرفایی که راجع به میانجیگری میکنن باید میدونم که ترکیه اینا رو قبول کنه، حتی قبل از پایان این عملیات.